جمهوری آذربایجان مدعی شده کنترل چند بلندی راهبردی در منطقه قره‌باغ کوهستانی را به دست گرفته است. در همین راستا خبرگزاری فرانسه گزارش داد ارتش جمهوری آذربایجان شبانگاه چهارشنبه اعلام کرد که این عملیات انتقامی را در پاسخ به اقدامات تروریستی گروه‌های مسلح غیرقانونی ارمنستان در خاک آذربایجان که منجر به کشته شدن یک نظامی جمهوری آذربایجان شد انجام داده است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای مستقر در قره‌باغ وابسته به ارمنستان مواضع ارتش این کشور را در منطقه لاچین که تحت نظارت نیروهای حافظ صلح روسیه است هدف قرار دادند و در نتیجه یک نظامی ارتش جمهوری آذربایجان کشته شد. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ کوهستانی، رئیس این منطقه دستور بسیج و آمادگی همگانی نیروهای مسلح خود را اعلام کرد. وزارت دفاع منطقه قره‌باغ کوهستانی چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که در پی نقض فاحش آتش‌بس، 7 نفر از نیروهای ارتش آرتساخ زخمی شدند. در این بیانیه آمده که نیروهای جمهوری آذربایجان از ساعت 9 چهارشنبه به وقت محلی از خمپاره و هواپیماهای بدون سرنشین برای گلوله باران مواضع قره‌باغ ارتش خودخوانده آرتساخ استفاده کردند. به دنبال این حادثه رئیس بخش قره‌باغ آرتساخ اعلام بسیج همگانی کرد. جنگ بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی در 9 نوامبر 2020 19 آبان 1399 با توافق آتش بس به امضای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و رئیس جمهور روسیه پایان یافت و روسیه به عنوان میانجی این توافق نقش آفرینی کرد. جمهوری آذربایجان در این دور از درگیری‌ها مناطقی از جمله قره‌باغ را در دست گرفت. این دو کشور با وجود پادرمیانی روسیه همواره در خطوط مرزی درگیری دارند و طرفین همدیگر را به نقض آتش‌بس و تیراندازی به مواضع هم متهم می‌کنند.